بسیار تشکر آقای سلیمانی. لطف دارین، خوش اومدین. از وقتی که در اختیار ما قرار دادین، با این پرسش آغاز میکنیم که اخیراً نشست دبی برگزار شد و این اولین نشست بود که طالبان افغانی با حکومت افغانستان رودرو نشستن. در این نشست کیها بودن و از نمایندگی ملا محمد عمر چه کسانی بودن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از آمدن شما و سلام خدا به بیننده های محترم شما تقدیم میکنم. یقینا تلاش های صلح مجموعی از تلاش هایی هستند که به حیث یک پروسه باید به دیده شوند و تلاش عمده ای که دولت افغانستان شورای عالی صلح در دو سال به صورت متداوم سری از او تمرکز کرده ای است که بین افغان ها یک بحث همه جانبه آغاز شود تا مشکل افغان ها توسط خود افغان ها باید حل شوند. و در این نشست یا در این گفتگاه هایی که صورت گرفتن، طبعا یک هیئت از شورای عالی صلح بودن و یک هیئتی از طرف طالبا بودن که در این گفتگاه ها اشتراک داشتن. ما در این مرحله از ذکر نامشان به خاطر دلایل مختلفی که وجود داره می خواهم که از او صرف نظر بکنم، ولی یک قدر گفتم میتونم که بحث های اساسی آغاز شد. آقای سانگزی، گفته شد که این هیئت که با شما دیدار داشتن به رهبری آقای معتصم آقاجان بود و به تعداد 7 تن از وزرای سابق طالبان و به تعداد 8 تن از سران نظامی طالبان در این نشست بود. دقیقا دلیل چه هست که شما از گرفتن نام آنها خودداری میکنید؟ دلایل هنوز دلایل امنیتی وجود دارند، به خاطر از اینکه متاسفانه هر دفعه که تفصیلات بیشتر در این مورد داده شده با اندازه قربانی های هم در پای خود در قبال خود داشتن. و از طرف دیگه وقتی که شما نام یک کسی را در جریان مذاکرات ذکر میکنین، باید توافق دو طرف وجود داشته باشند که آمادگی برای ازی وجود داشته باشند که نام ها ذکر شوند. هدف ما این هستند که شورای عالی صلح با هر کسی از با هر افغانی که در تلاش های صلح میتونه یک قدم را بردارن، ما باید در هر جایی در هر گوشه کشور و در بیرون از کشور باشد، باید این تلاش ها را با همدیگر انسجام بدیم. و هدف طرف شما در این گفتگوها از شما خواست تا نامشان فاش نشه؟ از طرف ما چی از شورای عالی صلح دیگه قسمت کدام مشکلی ندارن. حاجی صاحب دین محمد بودن، حاجی صاحب فضل کریم ایماق بودن و ما بودم. مولوی رقیب هم همزمان با برگزاری نشست در اسلام آباد مورد حمله قرار گرفت. آیا ارتباط بود میان این نشست و این حمله ای که صورت گرفت؟ متاسفانه در افغانستان همون رقمی که شما میبینین که جنگ قربانی های خود دارند، صلح تلاش های صلح هم قربانی های خود دارند و هر دفعه که تلاش های صورت گرفتن و شخصیت هایی که دیگه تلاش ها سهیم بودن، متاسفانه مورد هدف قرار دارد گرفتن. و مولوی صاحب عبدالرقیب هم یکی از کسایی بودن که دیگه تلاش ها نظری نیکی را در مورد از اینکه افغانستان با جنگ نمیتونه که مشکل افغانستان حل شوه، از او خاطری هم اونا هم یکی از قربانی های بودن. در پی نشست طالبان خبرنامه پخش کردن و این را گفتن که آقای معتصم آقاجان نمایندگی از ما نمی کنه. ببینید، وقتی که شما در یک جنجال بسیار بزرگی در منطقه ما روبرو هستیم، در جریان صحبت ها گفتگوها همیشه این بحث ها به وجود میان، یکی رد میکنن یکی قبول میکنن، ولی گپی اساسی در این هستن که طالبا کسایی بودن که در رهبری طالبا بودن، کسایی بودن که در اونجا مسئولیت خود دارن و وقتی که مسئولیت خود داشته باشن، ما هر کسی که یک قدمی را به خاطر از این بردارن که در افغانستان جنگ و خونریزی قطع شوه و بالاخره افغان ها از به دوری از خشونت برای یک رای حل که بتونه در افغانستان امنیت و ثبات تامین شوه. اما صراحتا در این خبرنامه گفته شده بود که معتصم آقاجان نمایندگی از شخص ملا محمد عمر و تحریک طالبان نمی کنه در این نشست. شما تا چه اندازه خودتون در این قسمت اعتماد دارین که می خبرنامه توسطی که پخش شده باشه؟ این در سایت رسمی امارت اسلامی افغانستان پخش شده. ما پیشتر براتون عرض کردیم که این صحبت ها صورت گرفتن و در نتیجه یا هدفی که دولت افغانستان شورای عالی صلح دنبال میکنه ای است که همه به گفتگاه صلح بپیوندن، به گفتگاه های مستقیم بپیوندن و بالاخره ما از پنهانکاری با آشکارکاری برسیم که افغان ها بفهمند که خواست
طالب ها چی است، خواست دولت افغانستان چی است و بالاخره این گپ ها را در مصدر عام قرار بدیم تا مردم افغانستان در باره قضاوت بکنند و ما به مو هدف و به مو استقامت روان هستیم. از او خاطر است که ما هیچ طرف هیچ شخصیتی را در پروسه صلح نفی نکردیم. ما گفتیم که هر کسی که خشونت کنار میگذارن و میایند در یک مذاکراتی به معنای از این نیست که ما کسی را برای تسلیمی دعوت بکنیم. ما میگیم که یک گفتگوی سازنده آغاز شود بین افغان ها و ببینیم نظریات مختلف وجود داره و این نظریات مختلف را چطور میتونیم با هم نزدیک بسازیم که منافع ملی افغانستان در او تسجیل شود. بار بار مورد حمله قرار گرفتن عناصری که فعال میشن در پروسه صلح و مذاکره با حکومت افغانستان در پاکستان به چی معنی بوده میتونه؟ دو معنی بسیار واضح دارن. یک معنی ازی واضحی هستن که قسمت عمده ای از رهبری طالبان در خارج از افغانستان و در مناطق مختلف پاکستان زندگی میکنن. یک وضاحتی هست. وضاحت دوم در این مورد ای است که متاسفانه امروز پاکستان هم با جنجال های خشونت های زیادی مواجه شدن و گروه های مختلفی در اونجا تمرکز کردن و این تمرکز گروه های مختلف باعث ازی شدن که منافع متضاد و بعضی وقتها منافع مشترک و در همچنان ترس از صلح باعث ازی میشه که هر شخصیتی را که اقدام به خاطر ازی بکنه که به گفتگوهای صلح بین یا تلاش های برای صلح بکنن و یا صدای خود بلند بکنن یا مورد نفی قرار میگیرن و یا مورد سوء قصد قرار میگیرن. از سوی کی؟ شبکه های مختلفی وجود دارن که نمیخواین که صلح تامین شوند. من پیشتر براتون گفتم که افغانستان متاسفانه میدان رقابت های متضاد کشورهای منطقه و فرای منطقوی قرار دارن. از او خاطر هستند که دست های مختلفی در پیازی قرار دارن و شما میفهمین که در منطقه از گروه های القاعده که از شبکه های مختلف تشکیل شده تا عناصری را که در ساختار نظام و خارج از نظام در کشورهای همسایه قرار دارن، هر کدام از این میتونن چیشون، ولی نباید پیش از او که سند مستقیم به دست آمده باشن آدم یک قضاوت بکنن. هنوز شما این را دریافت نکردین که کدام گروه مشخص مورد حمله قرار میده عناصر فعال در پروسه صلح؟ در هر مرحله اول خوب ما پیشتر خدمتتون عرض کردم که شبکه های وسیع از گروه های افراطی در منطقه متمرکز شدن، از گروه هایی که از ازبکستان گرفته تا چچن و تا گروه هایی که از مربوط القاعده یا تحت تاثیر القاعده هستند، از کشورهای عربی در چی افرادشان یا اتباعشان در اینجا وجود دارن تا گروه هایی از لشکر طیبه گرفته تا لشکر جنگوی سپاه صحابه، نمیفهم که اگر نامشان رو بگیرین از 23-24 گروه دیگه بیشتر میشن و این متاسفانه سیاست های گذشته باعث ازی شده که این گروه ها با یک قوت مبدل شوند و این با قوت مبدل شدن ازی باعث درست شده. همین مورد پناهگاه این گروه ها بیشتر پاکستان و خاک پاکستان است. آیا شما حکومت پاکستان را در این زمینه نقش میبینین؟ یقینا شما میبینین که دولت افغانستان تلاش بسیار زیادی را تقریبا در 3 سال گذشته به صورت بسیار مشخص ایشی روی دست گرفتن که مناسبات یا همکاری بین افغانستان و پاکستان به یک حدی برسن که تا بالاخره امی منافع دو طرف در اونجا به صورت واضح ترسیم شوند و بالاخره امی چیزی که باعث تهدید مشترک است برای تهدید مشترک تدابیر مشترک گرفته شوند. ما خدمتتون گفتم که متاسفانه سیاست های گذشته باعث ازی شدن که امروز یک جمع بزرگ یا یک جمع کثیر از گروه های افراطی در منطقه متمرکز شوند. بخشی از این اشتباهی بود که جامعه جهانی بعد از او که افغانستان مجاهدین در افغانستان با پیروزی رسیدن افغانستان را فراموش کردند و افغانستان را به دست قوت های منطقوی اعلا دادند و بالاخره افغانستان درگیر جنگ داخلی شد، اثراتی از او هم باقی ماندن. و از طرف دیگه گفتم که مسئله سیاست هاست و پالیسی هایی که خوب نسنجیده شده باشن بالاخره باعث دردسر خودی از او کشور هم میشن. آیا نشست دبی نخستین نشست شورای عالی صلح افغانستان با طالبان بود؟
نشست های انفرادی زیاد صورت گرفتن، ولی نشست های انفرادی تا نشست های دست جمعی یک تفاوت دارن و ما امیدوار هستیم که نشست هایی که نشستی که در دبی صورت گرفته به این به یک نشست کلی با مجموعی از تحریک طالبان بیانجامه. که این اولین بار بود که شمار زیاد از تحریک طالبان با شما پشت میز مذاکره نشستن؟ من خدمتتون گفتم که نشست های مختلفی صورت گرفته بود و این دفعه اول بودن که به شکل دست جمعی یا به حیث یک گروه یا هیئت نشست صورت گرفت. نشست های قبلی بیشتر با کی ها بوده؟ من خدمتتون گفتم که برای از اینکه شما برای یک کار زمینه را مساعد بسازین، ضرورت به این هستن که تماس های وجود داشته باشن، زمینه سازی های شون و بالاخره اعتماد ایجاد شون که خطری بدی هیچ طرف متوجه نیست و هر طرف اراده ای ازیره دارن که میخواین که قضیه افغان از راه گفتگو دیده شد و حل شون. اما دیده شد خودش وقت گیر است و ما میفهمیم که انتقادهای بسیار زیادی در این باره وجود دارن که خب دولت همیشه صدا میکنه، همیشه تلاش میکنن، به خاطر از این تلاش ها رو دولت میکنن و میگن که از طرف طالبان هیچ جواب مثبتی نیست، همیشه اونا تاکیدشون با فشاریشون سری از این هستن که باید در افغانستان به حساب سری حل رای حل نظامی با فشاری میکنن. اما دیده شد کسانی هم آمدن به حکومت افغانستان در از آدرس شورای عالی صلح صحبت کردند که از طالبان نبودن، مثل ملا اختر محمد که آمد و بیشتر گفته شد دکاندار بازار کویزه زمان بود. او زمان گذشته، امروز ما در مرحله هستیم که بسیار به دقیق میفهمیم که کی هست کی نیست. درست. حالا تلاش هایی که از سوی حکومت افغانستان و از آدرس شورای عالی صلح افغانستان جریان داره برای رهایی ملا برادر چه نقشی میتونه داشته باشه؟ ببینید چند چیز میتونه نقش بسیار مهمی را داشته باشه در مسائل رسیدن به صلح پایدار در افغانستان. مسئله اولی است که یک بحث همگانی هم در سطح افغانستان و هم در سطح جهان اسلام آغاز شدن که اعمالی که امروز تحت عنوان اسلام صورت میگیره، اعمال انتحار، امرال اقتدار به خطر رساندن مسلمان بدون از اینکه دلایلی از این وجود داشته باشن، امروز شما میبینین که این صداها از علمای جهاد جهان اسلام و همچنان علمای افغانستان بالا شدن. برای اولین دفعه است که علمایی که در قندهار جمع شده بودند، علمایی که در هرات جمع شده بودند در می دو هفته ای آخر، این خودش نشان می دهد که بالاخره یک بیداری کلی به وجود آمدند. کاری که امروز جنگی که در افغانستان جریان دارند، جنگی است که به نفع هیچ کسی نیست و هیچ کس از او منافع نخواهد بردن غیر از اینکه افغان ها تباه شوند و خون افغان ها ریختند شوند. از او خاطر درک مسئولیت خودش باعث از این میشه که پروسه صلح به یک جایی برسند. سوال مشخص ما این بود آقای استانگزی که ملا برادر چه نقش میتونه با در این روند داشته باشه و آیا شورای عالی صلح افغانستان با ملا برادر از نزدیک دیدار داشته؟ ببینید هر شخصیت در افغانستان، چی ملا برادر باشه و چی هر شخصیتی که در داخل نظام است یا بیرون نظام است، تاثیرات خود دارن. تاثیرات از لحاظ روانی، تاثیرات از لحاظ معنوی، تاثیراتی که از لحاظ ارتباطات و از لحاظ شبکه ارتباطاتی که به حیث همکارا در یک مفکوره واحد با هم دیگر بودن، این تاثیرات وجود دارن. ملا برادر هم یکی از کسایی بودن که نقش درجه دوم را در تحریک طالبان بازی میکردن. ولی ما باید این را نگویم که یک نفر میتونه کل نقشه بازی بکنن و همه مشکل را حل خواهد کردن. به حیث یک افغان، چون در اراده وجود داشته که تلاش های بکنن که در این قسمت مومد واقع شوند، در یک وقتی را در زندان سپری کردن و شورای عالی صلح، به حیث از این که او کسایی که میتونن در پروسه صلح نقشی را بازی بکنن و اراده از این داشته باشن، اونا همراه از او در تماس باشن، اونا از اونا استفاده شون، اونا نقش خود ادا بکنن. طبعا یک نفر دیداری صورت گرفته. چگونه یافتین ملا برادر؟ من نمیخوام که در این قسمت تفصیلات بیشتر در این قسمت سری از این صحبت بکنم، به خاطر از اینکه خب هنوز هم اونا در حالتی قرار دارن که من فکر میکنم بیشتر تبلیغات بسیار زیاد صورت گرفتن و این تو تصور شد که ملا برادر خواهد تانست کلی مشکلی افغانستان حل بکنن، در حالی که او تو نیست. دقیق به گفته شما صحبت های وجود داره که جایگاه فعلی ملا برادر جایگاه سابقش نیست و چرا حکومت افغانستان و شورای عالی صلح در پی ملا برادر است با این قوت و با این شدتش؟
عرض مایی هستن که ما پیشتر براتون گفتم که هر کسی میتونه یک نقش را بازی بکنن و این را نباید ما طوری بسازیم که کل پروسه صلح را در وجود یک نفر خلاصه بکنیم. تلاش های ما به خاطر ازی است که برای به خاطر هر افغانی که در یک کشوری سیومی یا ثانی ما تلاش های برای ازی هم کردیم که باید افغان هایی که در گوانتانامو باید به افغانستان انتقال شود. ما تلاش های برای ازی هم کردیم که افغان هایی که در پاکستان و یا ایران بندی هستند باید مقصد ما بندی های سیاسی است، مقصد ما بندی های جنایی نیستند، به خاطر از اینکه او بخش کار مربوط به وزارت داخله هستند. از او خاطر این تلاش ها به خاطر از اینکه یک فضای اعتماد برای بین افغان ها ایجاد شود و به خاطر از این هستند که هر کسی میتونه یک قدم را اگر بگذارن بالاخره مشکل افغانستان حل میشن. ضرب المثل معروف است که قطره قطره دریا میشن. ما به تنهایی شورای عالی صلح به تنهایی نمیتونه که مشکل صلح و جنگ در افغانستان حل کنه. شما بیشتر گفتین در نشست دبی از آدرس طالبان و از آدرس ملا محمد عمر کسان بودن و شما مطمئن هستین که آنها از آدرس درست بود. پس اگر شما با منبع وصل شدین، این منابع فرعی چه کمکی میتونه؟ پس چرا و دنبال کسانی نمیرین که با شما در نشست دبی نشست داشتن؟ به خاطر بر شما پیشنهاد میکنیم که به خاطر از اینکه مطبوعات همیشه یک بخش دیگه هم دارن که یک بخش تحقیقاتی و ریسرچ، مطبوعات ریسرچ هستن یا تحقیقاتی هستن، شما یک دفعه یک تحقیقات عمیق‌تری را در این باره اگر انجام بدین یا تحقیقاتی در این باره صورت گرفتن که شبکه های مختلف افراط‌گرایی که در منطقه شکل گرفته انکشاف پیدا کردن، از هر کس میتونه در یک مقطع علیه منافع ملی افغانستان استفاده سوء استفاده بکنن. ما باید پشت افغانهای خود بگردیم، نگذاریم که افغان ما توسط کسی دیگه علیه کشور خود ما استعمال شود. آقای کرزی توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را امضا نکرد. آیا دیدگاه شورای عالی صلح در این زمینه سهیم است؟ اینطور است که مسئله شورای عالی صلح و مسئله حکومت دو چیز باید یک کمی از همدیگر تفکیک بکنیم. دولت افغانستان در رأس از اوجلات ما رئیس به جمهوری افغانستان قرار دارند و بالاخره بحث های هم در لوی جرگه صورت گرفتند و مسائل را پیشکش کردند که در او قسمت دو چیز برای افغانستان بسیار زیاد مهم است. مسئله اولی است که افغانستان میخواهد که با دنیا روابط خود داشته باشند، روابط دوستانه داشته باشند و مخصوصا با کشورهایی که در طی 12 سال گذشته افغانستان کمک کردند، در رشد اقتصادیش کمک کردند، در تعلیم و تربیت و در انکشاف و در ساختار زیربنا کمک کردند، میخواهیم که این روابط ادامه داشته باشند. ولی این روابط باید با یک مرحله جدید باید تبدیل شود، روابطی که یک کشور مستقل کوچک ولی مستقل افغانستان با کشورهای دیگه دنیا با یک احترام متقابل و با تامین حاکمیت ملی یک رابطه جدید و یک رابطه دراز مدت باید ایجاد شد. آقای استانگزی، جناب رئیس جمهور کرزی میگن که مسئله دوم از چی هستن؟ رئیس جمهور افغانستان سر مسئله در مذاکراتی را که روی همکاری های امنیتی یا قراردادی همکاری های امنیتی صورت گرفته در اصول نهایی شدن، یعنی سر اصل متن تفاهم نامه یا قراردادی که باید امضا شود نهایی شدن و چیزی که مهم است این است که باید این تفاهم همه شریک باشن و بالاخره و به خاطر از این موضوع به میان آمده که سبا انگیزه یا بهانه برای ادامه جنگ در کشور وجود نداشته باشن. از او خاطر یک به خاطر از این که اینی بهانه قطع شوند با امضا شدن از این پیمان امنیتی و با یا عمیق شدن از این باید زمینه ها برای از ایمان میگیم که پروسه صلح در یک مدت کامیاب میشن یا صرف با امضا شدن یا نه امضا شدن قرارداد امنیتی به یک جایی میرسن. اما میگه که صلح در افغانستان در افغانستان گفت میگن که باید مذاکرات در این باره آغاز شود که تا در جریان از این مذاکرات تفاهم ایجاد شوند که روابط افغانستان با دنیا با یک تفاهم بین الافغانی صورت بگیره و این کمک میکنه. شما پیشتر گفتن که کار شما سوا از کار حکومت است و اخیراً واشنگتن پست این را فاش کرد که آقای کرزی تلاش های را از پیش میبره برای انجام گفتگوهای پنهانی با مخالفان مصالح حکومت. شما جریان قرار دارین؟
من فکر میکنم یک قسمتی طور است که تصورات هستند. هر کس تصور میکنند که ولا کدام چیزی در پنهان و در خفا وجود دارند و رئیس جمهوری افغانستان کدام راه دیگه یا چینل دیگه و یا شبکه دیگر ایجاد کردند که بتانند با مخالفین با ایچی برسند، با یک تفاهم برسند. شورای عالی صلح برای همین منظور ایجاد شده و اینمی مرجعی هستند که باید کارا را انجام بدن. طبعا کمک رهنمایی رئیس جمهوری افغانستان در این مورد، چون هم تجربه کافی دارند و هم شناخت کافی از جامعه افغانستان دارند، از خاطر کمک از او همیشه رهنمایی از او ممد واقع شدن و وعده ای را داشتند. اما واشنگتن گفت که آقای کرزی مستقیما خود وارد گفتگوی مخفی با مخالفین شده. ببینید، یکی خوب گفتگوی است، یکی شناخت است، یکی اعتماد است. به خاطر از اینکه ایرا باید همه اعتراف بکنیم که رئیس جمهوری افغانستان اگر در یک گوشه بسیار دور افتاده افغانستان هم باشند، یک بزرگ افغانستان هم میشناسند، عالم دینی افغانستان هم میشناسند، یک روشن فکر افغانستان در هر گوشه ای که باشند میشناسند، چی از مخالفین باشند چی از موافقین باشند، چون او تنها رئیس جمهوری تنها یک طرف نیست، او رئیس جمهور کل مردم افغانستان است و او باید از این موضوعات باید آگاه باشند. از او خاطر هستند بعضی وقت این مسائل طور قلمداد میشه که گویا رئیس جمهور افغانستان معلوماتی که میگیرند و یا با کسایی که دیدار میکنند اونا شخصا وارد گفتگو میشن. ولی اگر ضرور باشند یا ایجابی از این را بکنند که برای رسیدن برای صلح رئیس جمهور افغانستان هم تو یک اقدام بکنند، من یقین دارم که اونا از او کنار نخواهد رفتن، بلکه به خاطر حل مشکل افغانستان، به خاطر از اینکه مردم افغانستان زندگیشون مسئول شون، آماده ی از این خود بودن که هر قربانی را بتن. مهمترین سوال در قسمت فعالیت شورای عالی صلح این است که شرکای افغانستان، شرکای بین المللی افغانستان چه نقش میتونه در این پروسه داشته باشه و نقش حکومت افغانستان چگونه میتونه باشه؟ تا حالا چگونه بوده این روند؟ من فکر میکنم که در ابتدا مشکلاتی وجود داشتن، اما برای فعلا یک همانگی بسیار خوب وجود دارن. نقش همکارای بین المللی یقینا نقش دارن، همکارایی که به حساب در سطح منطقه وجود دارن اونا یک نقشی را بازی کرده میتونن، به خاطر از اینکه ثبات افغانستان به نفع همیشان است، چی روسیه است، چین است، هند است، ایران است، پاکستان است و تمام این کشورهایی که در منطقه قرار دارن، ادامه خشونت و ادامه همین بحران بی امنی و گسترش افراطیت در منطقه به نقص و ضرر هم است، یک چالش مشترک برای هم است. کشورهای دیگه دنیا چگونه میتونن در پروسه صلح به حساب مومد واقع شوند؟ مسئله اولیشی است که اگر تلاش های مشترک صورت بگیره که تا جلوی فعالیت ها یا پناهگاه ها گرفته شوه، این خودش یک کمک کلان هستن و این میتونن که از فعالیت های دیپلماتیک، از روابط دو جانبه، چندین جانبه، این میتونه کمک بکنن. کمک دیگه ای است که در مذاکرات صلح مسئله تعذیرات سازمان ملل متحد هم نقش خود دارند. وقتی که در مذاکرات میشن در یک جایی صورت میگیرند، همکاری کشورها در قسمت ازی که امو تعذیراتی که بالای سفرها وجود دارند، این تعذیرات سهولت برای ازی ایجاد شوند، این کمک در این قسمت صورت گرفته میتونه. مسئله عمدتر دیگه ای هستن که اگر واقعا بخش نظارت سازمان ملل متحد که تعذیرات وضع کردن، اگر اونا به صورت دقیق اقدامات عملی بکنن، جلوی بسیاری از نقل و انتقالات تجهیزات نظامی که توسط مخالفین به خاطر انجام عملیات نظامی به کار برده میشن و یا سلاح و مهمات و تجهیزاتی که چی میشه، این خود به خود پیدا نمیشن. منابعی که برای ازی تهیه شده میتونن، این کل ازی زمینه ازی را یا ایجابی ازی را میکنن که کشورهای دنیا به خاطر وقتی که میگن که ما همراه تروریسم مبارزه میکنیم، پس این مبارزه چگونه انجام شده؟ آقای سانکزی، حرفای شما درست، اما انتقاد که وارد است بر شورای عالی صلح این است که حتی آقای سپنتا این مورد چندین بار گفته که شورای عالی صلح میکانیزم را نداره به خاطر فعالیتش، و شما دقیقا این همکاری کشورهای منطقه و جهان را با چی میکانیزم سمت و سو میتین؟ ببینید، در انتقاد همیشه وجود میداشته باشه، نظریات متفاوت وجود میداشته باشه و ما برتان به یقین گفتم، اما این انتقاد وارد است؟ نه، وارد تا یک قسمت وارد خود بودن، به خاطر از اینکه شما راهکار صلح را زمانی میتونین تکمیل بکنین که سر میز مذاکره بشینین و بعد از او باز بیان که
یک خط راهی مشترک را ایجاد بکنین. اما راهکار صلح وجود دارن. به خاطر چی وجود دارن؟ ما چهار اصل اساسی را که در راهکار صلح سری از او تاکید شده ما براتون یادآوری میکنیم. شرط اولی است که نظام سیاسی افغانستان باید تقویه شود. به خاطر از اینکه بدون سیاسی تقویه نظام سیاسی افغانستان و چارچوب قانونی که وجود دارن، بدون از این هر مذاکره ای که باشن باز با یک بحران دیگه مبدل میشن. و این به معنای پیش شرط نیست، ولی این به اساس مبدا و اساسی از این است که ما میتونیم که افغانستان هر روز باید سر نهادهای خود چلیپا نکشن، بلکه برای تقویه نهاد، برای هر نظام سیاسی که در افغانستان می باشه، این نهادها حتمی ضروری است و ما هر روز نمیتونیم که از صفر شروع بکنیم. متاسفانه بسیار نتایج تلخ و زیانباری از او را دیدیم. پس تقویه نهادهای ملی امنیتی افغانستان، دولتی افغانستان، نظام سیاسی افغانستان یک بخشی است که ما را به صلح پایدار میرساند. قسمت دوم، موضوع دومی که یا اصل دومی که از فراگیر بودن صلح هستند. صلح به این معنی نیست که ما یک طرف را نفع کنیم، یک طرف را بیاریم، یکی را خوش بسازیم، یکی را خفه بسازیم. ما باید این را تلاش مشترک هم افغان ها را نیاز داریم که تا به یک اجماع واحد برسیم که نتیجه مذاکرات به نفع همه مردم افغانستان باشد. مسئله سومی است که تا زمانی که همکاری کشورهای منطقه وجود نداشته باشه و مخصوصا یک همکاری بین افغانستان و پاکستان به صورت دقیق وجود نداشته باشه، هر دو کشور در گرو یک بحران عمیق امنیتی قرار دارند و امروز ایرا هر کس احساس میکنن او طرف و این طرفم، ولی هنوز هم سیاست های وجود دارن که به صورت بنیادی باید تغییر بکنه تا بتونه این همکاری شکل عملی همه جانبه رو به خود گرفته بتونه. مسئله آخریه که من خدمتتون عرض میکنم که به حیث راهکار افکار و ذهنیت ها هستن. متاسفانه ذهنیت های بسیار متضاد به خاطر از اینکه محیطی که در افغانستان وجود داره، این محیط افکار مختلفی را در ذهنیت جامعه ما وجود آوردن. مخالفت های شدید، طرز دید های متفاوت و از طرف دیگه ذهنیت از اینه که افغانستان اشغال شده، در افغانستان جهاد باید صورت بگیرد و از طرف دیگر اعمالی را که صورت گرفتن، اشتباهاتی که صورت گرفتن، این خودش هم باعث از این شدن که یک تعداد افغان ها از نظام سیاسی دور شوند. از او خاطر است که گپ دیگه ای را که ما داریم این است که نقش علمای افغانستان، نقش روشنفکرای افغانستان، نقش کسایی که چیز فهم هستند که هر کسی را به این دعوت بکنن که حداقل تحمل یکی دیگر را داشته باشند. تا وقتی که ما این احساس تحمل پذیری همدیگر را پیدا نکنیم، ما به صلح پایدار نمیرسیم. اینا چگونه به این میرسیم؟ این تاکتیکش است. تاکتیکش این است که باید پیدا بکنیم کسای اصلی کی هستند، با کی طرف هستیم، با کی مذاکره باید بکنیم، عقبگاه مذاکره ای که باعث از این میشه که او را نمیگذارن اونا کی هستند. ما فکر میکنیم هم روشی داریم، هم تاکتیکی داریم، هم استراتژی داریم. منتها بعضی وقتا روش ها و تفاوت دیدگاه ها وجود دارن. من یک چیزی را به بسیار اطمینان گفتم میتونم که آقای سپنتا بسیار همکاری نزدیک همراه ما دارن و من یقین دارم که اگر همینجا می بودم این گپ ما را تایید میکردن. آقای سانگزی، شما از راهبردی که صحبت کردین دقیقاً تا حالا دیده شده که این راهبرد ناکامی بوده؟ خط قرمز شما پذیرفته شدن قانون اساسی افغانستان از سوی مخالفان است، پذیرفتن حقوق زنان در این پروسه است که تا حالا پاسخ مثبت دادن نشده و به تازگی هم آقای ربانی گفتن که حقوق زنان پابرجاست در گفتگوهای صلح و آقای سپنتا هم گفتن که نمیشه با سیاست تضرب بیش از این ما پیش بریم. شما هم گفتن که تا هنوز ما نتونستیم مذاکرات را آغاز بکنیم. پس تا حالا، تا اینجای کار، چگونه میتونین کارتون را توجیه بکنین؟ ما کار خود بسیار خوب توجیه کرده میتونیم. اصلاً اساسی اصلی است که در افغانستان تا زمانی که انگیزه جنگ تغییر نکنه، تا وقت شما جنگ به پایان رسانده نمیتونیم. شما مردم به طرف سر میز مذاکره آوردن نمیتونیم. انگیزه هم تغییر نکرده تا حالا. انگیزه به خاطر از اینکه شما فقط کابل رو میبینین، از او خاطر شما یک دفعه بیرون از کابل براین، بیرون از ساحاتی که به اطراف افغانستانن. ذهنیت مردم عامه افغانستان واقعا در حال تغییر هستند. به خاطر از این در حال تغییر هستند که در این باره به قدر کافی در این قسمت هم کار شده، هم بحث شده، هم انتقاد شده و هم به حساب به قناعت آیست آیست به طرف قناعت رفتن ایش شدن. و این به خاطر از این هستند که امروز طالبا اعمال خوده مثل دو سال قبل توجیه کرده نمیتن که چرا جنگ در افغانستان ادامه میتن. به خاطر از این که امروز علمای افغانستان یک دید، یک صدای روشن دارن، تا دو سال سه سال قبل بسیار خاموش بودن. موضوع دیگه ای که در این قسمت هست، تدابیری بودن که دولت افغانستان روی دست گرفتن. امروز مرحله پنجم
انتقال مسئولیت های امنیتی به طرف نیروهای امنیتی افغانستان تقریبا به مرحله پنجم خود رسیدن و یک کار ادامه دارند. وی به معنای ازی است که افغان ها آهسته آهسته تمام مسئولیت ها را به عهده خود می گیرند و یکی از بهانه ها و دلیل هایی بودن که در این قسمت همیشه ایچی می شدن به حیث یک انگیزه جنگ ازی استفاده می شدن. و از طرف دیگر شما میگین که سری حقوق و سری جی. ما خدمتتون عرض کردیم که این پیش شرط برای گفتگو نیست، این چیزهایی هستند که در نتایج گفتگو، چون تصمیم گیری تنها مربوط طالب و مربوط حکومت نیست، تصمیم گیری نهایی مربوط مردم افغانستان. دقیق مردم نمیخواین که قانون اساسی افغانستان در گفتگوه سال قربانی شوه و یا حقوق زنان. ببینید در یک قسمت بسیار واضح است، سری از این مسئله بسیار بحث زیاد صورت گرفته و ما فکر میکنم و بسیار روشن هم است. قانون اساسی در نفس خود یا در وجود خود پروسیجر یا طرحی را دارن که قانون اساسی چگونه تغییر پیدا بکنن. ما نمیگیم که قانون اساسی تغییر پیدا نکنن، مردم تغییرش میخواین. مردم نمیگن که قانون اساسی رو اون طرف برتین. ما میگیم که در این بحث ها مثلا در داخل افغانستان هم بسیار مردم در این قسمت نظریاتی را دارن که باید در قانون اساسی تغییراتی به وجود بیان. پس تغییرات چی گونه به وجود بیان، تغییرات هر تغییری که در قانون به اساس روش قانونی باید تغییرات به وجود بیان. پس این پیش شرط نیست، این چیزی است که بحثش صورت گرفته میتونه وقتی که مردم افغانستان از طریق یک پروسیجر قانونی در قانون اساسی تغییر میخواین بیارن، او تصمیم مربوط مردم افغانستان است. این نیست که هر جایی که یک مذاکره صورت میگیره ما در نتیجه مذاکره باز قانون اساسی را تغییر بدیم. شما گفتن که حالا انگیزه مردم و افکار عمومی نسبت به طالبان تغییر کرده، نسبت به جنگ تغییر کرده، درست؟ فکر نمیکنین تلاش های شورای عالی صلح شگاف میان مخالفین و حکومت را بیشتر ساخته؟ حالا طرز برخورد مخالفین وحشتناکتر و خطرناکتر از گذشته شده؟ به خاطر از اینکه ما باید تفکیک بکنیم که کی افغان است و کی جنگجوی خارجی است. از او خاطر اونایی که جنگجوی خارجی هستن برخوردشان تونتر شدن، اونایی که افغان هستن اکثر آهسته آهسته میرن و در خانه‌های خود میشینن و نمیخواین که برادرای خود در اردو و پلیس ملی به قتل برسونن، به شهادت برسونن. اگر از دستاورد این پروسه صحبت بکنین، از چی یاد خود کردین؟ از دستاورد از این پروسه اگر یاد بکنیم، ایره زمان برتون ثابت خواهد ساختن که بالاخره افغان ها راه دیگری به جز از اینکه افغان ها در یک مذاکره مستقیم مشکل خود حل کنند راه دیگه وجود ندارن و به هزارها نفر هم در این پروسه در مناطق مختلف افغانستان به پروسه صلح یک جای شدن و یکی یک درک به وجود آمدن، یک تغییر در ذهنیت به وجود آمدن. ما امیدوار هستیم که یک وقت شما یک تیم از خبرنگارایتان با او طرف در ساحاتی که به حساب طالبا وجود دارن و اگر دسترسی برایشان پیدا کرده میتونیم، به خاطر از اینکه وظیفه خبرنگاری تنهایی نیست که باید در از یک طرف گزارش دهیه بکنن، یک ذهنیت اونا را هم معلوم بکنین بسیار خوب خواهد شدن. در اون صورت با شما قضاوت کرده میتونین که دیدگاه مردم نسبت به وطن ما نباید هر کسی که به حساب در مخالفین از او را به حیث یک عنصر خائن به افغانستان فکر بکنیم. طرز دید است، در یک محیط قرار گرفتن و برای از او یک ذهنیت داده شدن و این ذهنیت به خاطر ازی داده شدن که برایشان میگن که شما به خاطر آزادی افغانستان جنگ میکنید. تلویزیون آریانا در چهار حوزه کشور تماسهای دار است از ولایت ها و تا گزارش های ویژه‌ای که ما از ولایت های ناامن و از مناطق ناامن داشتیم، پیام طالبا حالا اگر مستقیما نبوده تلویحا این بوده که هنوز هم به این حکومت و به این نظام نمیگن. شما از کدام تغییر ذهنیت در طالبان صحبت میکنید؟ شما از صحبتی که اونا میکنن یا کسی که خود به اون عنوان منصوب میکنن، یک مشکل بسیار کلان در اینجا وجود دارن که جرأت و امی توانمندی ازیره که به صورت علنی بخیزن و بگوین که بله اینی چیزایی را که رهبرای خودشان انجام میتن یا اعمالی را که انجام میتن مورد تایید از وان هستن. متاسفانه یک شرایطی در اونجا حاکم هستن که و شما در وقتهای آخر هم دیدن که
بسیار بسیار مردم امی که صدای خود بالا کردن و یا گپی در این قسمت زدن به قتل رسیدن، به شهادت رسیدن. ولی یک چیز را من براتون میگم که این تغییر ذهنیت به صورت وسیع به وجود آمدن به خاطر از اینکه ما از اما تنها داخلی... هدف شورای عالی صلح همین که نبود. هدف عالی شورای عالی صلح خوب واضح است که تنهایی نبودن که ما این کار را بکنیم، ولی شما چطور میتونین به هدف برسین تا زمانی که تغییر ذهنیت به وجود نبیاین به خاطر از اینکه اینمی درک عمیق در اکثریت مجموعه ها به وجود نامدن که درک بکنن که چگونه ما میتونیم به صلح پایدار برسیم و این زمانی میتونیم برسیم که شما یک جوانی که مثلا میرن به یک عمل انتحار و یا به یک حمله دست میزنن و یا به یک جنگ دست میزنن تا که از لحاظ ذهنی، یعنی کل مردم خود تنها برای پول جنگ نمیکنن. اما اینو شما میپذیرین که جنگ افغانستان تنها بود داخلی نداره، بود منطقی و جهانی هم داره. حالا اگر خاطر شورای عالی صلح تنها نمیتونه که صلح را در افغانستان بیارن، ولی تلاش های خود باید بکنن، دروازه های صلح باید باز گذاشته شون. نباید ما باید ایتو یک حالت را به وجود بیاریم که افغان ها را از دست خود به دست دیگه به حیث وسیله تقدیم بکنیم. اما تنها چیزی که شما از اون صحبت میکنین تغییر قسمی افکار عمومی و شما از طالبان است. نه تنها تغییر قسمی افکار طالب است، ما براتون گفتم که در ولایت مختلف تعداد زیادی از مخالفین به پروسه صلح یک جا شدن، عملا امروز در تامین امنیت نقش دارن. پس از نظر شما، پس اگر سوال از شما بکنم که چی باید کرد؟ ما باید دروازه صلح بسته کنیم؟ آیا روش دیگه تنها از طریق جنگ میتونیم که صلح را به وجود بیاریم؟ آیا استراتژی که ما پیشتر براتون هم چهار عنصرش را گفتم، کدام عنصر دیگه را شما به فکر شما میرسه که او را اضافه بکنیم؟ ما برای هر نظر انتقادی، هر نظر سازنده، هر نظری که کمک بکنه، هر فردی از جامعه افغانستان که کمک بکنه که به حساب مشکل افغانستان حل شود، این کاری است که شورای عالی صلح را نه تنها خوش آمدید میگه، بلکه او را حمایت هم خواهد کردن، هم کمک هم خواهد کردن و از اونا تقاضا و توقعی از این هم خواهد کردن. و آقای سانگزی، من در شورای عالی صلح نیستم که پاسخ شما را میدادم، اما شما در شورای عالی صلح از طیف‌های مختلف جامعه دارین، متنفذین را هم دارین، سران جهادی را هم دارین، از بخش جوانان و خانم ها هم دارین. آیا هیچ نظر مثبت داده نشده؟ ما امیر نظریاتی را که پیشتر براتون گفتم مجموعی از نظریات امی مجموعه هستند. سری از این بحث ها صورت گرفتن، به هفته ها بحث سرش صورت گرفتن. ما هر هفته به سری مسائلی را که صورت میگیرن یک بحث انجام میتیم. ببینین یک بخش استراتژیک هستن. شما یک هدف تعیین کردین. هدفی است که ما از طریق گفتگوهای مستقیم و سازنده برسیم به یک صلح و ثبات دائمی و افغان ها به یک آشتی ملی سراسری در کشور خود برسن. که هنوز نرسیدیم و تا چه زمان منتظر باشیم؟ منتظر بودنش ایره پیشتر خودتون میگین که مسئله جنگ افغانستان تنها بعد داخلی ندارن، بعد منطقوی دارن، بعد بالاتر از فرا منطقوی دارن. از او خاطر تا زمانی که تمامی از این عناصر با همدیگر یک جای به این فکر کمک نکنن و عملا کمک نکنن، ما یقین دارم که ما یک مشکل بسیار پیچیده ای را به او رو برو هستیم. اما این پروسه قربانی های بسیار بزرگ را هم از ما گرفته. یک نمونهش رئیس شورای عالی صلح استاد شهید برهان الدین ربانی. واضح است که متاسفانه جنگ هم هر روز قربانی های بسیار زیادی را از اردو و پلیس ما میگیرن. بسیار زیاد قربانی میتن، بسیار جوانای رشیدی خود از دست میتن. متاسفانه صلح هم همه قربانی ها را از مردم افغانستان گرفتن. شخصیت بسیار بزرگواری مثل استاد در این راه شهید شدن، رحمانی صاحب در این قسمت به شهادت رسیدن. در طی تقریبا 1.5 سال گذشته بیشتر از 86-87 نفر از اعضای کمیته های صلح ولایتی و یا فعالین صلح و یا کسایی که با پروسه صلح یک جا شده بودن اونا با شهادت رسیدن. اما نتیجه عملی صفر. نتیجه عملی صفر نه، ایری از نظر شما نتیجهش صفر هستن. نتیجه عملی یکی که در یک قسمت زیادی از مردم با پروسه صلح یک جای شدن، یک نتیجه عملی یکی که بالاخره شما خواهد دیدین که در این مملکت نه از راه جنگ بلکه از راه تدبیر و از راه گفتگو صلح با افغانستان خواهد آمد. ای به این معنا که تعداد زیادی از کسایی که امروز میان
و میگن و صدای صلح را قبول میکنن، تا دین روز هیچگاه با این فکر و با این مفکوره آماده نبودن. اما دیده شده کسایی که از این پروسه هم آمدن صفر هستن، چی معجزه ای را و کی معجزه را کرده میتونن؟ وقتی که دنیا هست همه میگن که برای ما صلح میخوایم، حکومت هست، دنیا هست، کشورهای منطقه میگن، همه میگن، پس چرا نمیان؟ به خاطر از اینکه در یک تعداد صداقت وجود نداره و از طرف دیگه یک مسئله پیچیده است. این را نمیتونیم که با سادگی با یک فرمول جمع و ضرب حل بکنیم. یا این به این معنا نیست که شما یک طرح، یک پروژه ساختمانی یا زراعتی را پلان میکنین و میگین که خب در سال اول ما زمینش را جور میکنیم، سال دومی را میکنیم و در سال سوم. یک پروسه پیچیده نظامی، سیاسی و داخلی و فرامنطقه. حرفی است که پیش برد این پروسه بسیار گران تمام شده برای افغانستان و با چی قیمت پیش از این ما برعکس گران تمام شدن، ولی اگر نمی بود از این که گرانتر تمام می شد. کسانی که پیوستن از رهگذر تلاش های شورای عالی صلح دیده شده که دوباره با پولی که گرفتن از این پروسه حمایت شدن و به صف مخالفین دوباره پیوستن. اگر یه چیز حساب بکنین ممکن است که فیصدیش از 0.2% بالا نروان. شما با چی اطمینان میتونین این رو بگید؟ به خاطر از اینکه ما معلومات به دی باره داریم، به خاطر این تو خونه است که ما فقط هم تو هوایی یک کسی میان و باز اعلام میتیم که فکر بکنیم که اونا پس میرن. در هر ولایت ارگان های امنیتی یک سیستم هماهنگی خود دارن، کمیته های صلح ولایتی وجود دارن، رسیدگی به این گپ صورت میگیرن، معلومات در این مورد جمع میشن. ای خوب یعنی معنای از این تو نیست که ما همه چیز همه تو ریها بکنیم و باز هیچ معلومات هم دوباره نداشته باشیم، پشت از این گپ هم نگردیم. با اونایی که با شما باقی مانده و صلح را پذیرفتن چه کار کردین؟ چه خدمت کردین؟ ببینین آیا ما همه مردم افغانستان هستیم یا نه؟ چی در مخالفین، چی در نظام سیاسی هستیم؟ اگر کسایی که توانمندی کار در ساختار دولتی داشتن، یک تعدادشان در او شامل شدن. کسایی که نداشتن، حداقل این خدمت برای از او صورت گرفته که مسئول شدن، همراه فامیل خود یک جا شدن، از گناه عظیمی که باعث قتل یک برادر دیگه خود می شدن، از او دستشان به حساب دستشان گرفته شدن. طبعا باز هم میره برتون عرض میکنیم که با هزارها نفر مردم افغانستان بیکاری در افغانستان وجود دارن. بیشتر از 60% نفوس افغانستان جوانان زیر سن 25 تشکیل میتن. ما این مشکلات در آینده هم خواهد داشتیم. ما مثلا 4 سال بعد تعداد کسایی که از فاکولتا و از مکتبا فارغ میشن یک قشر بسیار وسیع از بیکارا را خواهد داشته اگر رشد اقتصادی ما به صورت سیستماتیک بالا نرود. از او خاطر ما کل مشکلات سر شورای عالی صلح انداخته نمیتونیم و شورای عالی صلح توانی ازیره نداره که همه مشکلات مردم را یک جایی حل بکنن. یک انتقاد بسیار جدیه که وارد است، شما در این پروسه با مردم شفاف عمل نمیکنین، چرا؟ ببینین که باز هم در این قسمت دو موضوع هستن. میگن که در یک قسمت شفاف عمل نمی کنیم. شفاف عمل دو بخش دارن. یکی از که شما همراه یک کسی مذاکره، تماس و ایگه پاره می کرین. کسایی که به پروسه صلح آمدن در قسمت هیچ نوع غیر شفافیتی وجود ندارن. هر کسی که آمدن برای مردم یعنی معرفی شدن. اما شما نگفتین که در نشست دبی کی ها بودن با شما؟ دو بخش داره گفتم. یکی بخشی از این که شما هم را یک کسی در مذاکره هستین، بحث میکنین و در دو طرف با اوی گپ از لحاظی به خاطر از اینکه مشکلات امنیتی وجود دارن، به خاطر از اینکه خطر جانی وجود دارن برای افراد، ضرورت از این در کل دنیا پروسه های صلح وجود داشتن، سالها دوام کردن، ولی موضوع افشای از او بعد از وقتهای زیاد بعد از او صورت گرفتن. وقتی که زندگی یک کسی در میان باشن، شما حق ندارین که برای سر زندگی یک کسی بازی بکنین. از او خاطر مسئله شفافیت با مسئله مسئولیت، با مسئولیت برخورد کردن به قضایا باید با همدیگر یک تفکیک بکنیم. پول بسیار هنگفته که در پروسه صلح به مصرف رسیده و از دید مردم و آنهایی که با ما تماس دارن تا نوز نتیجه مثبت در پی نداشته، چگونه توجیه میشه از سوی شما؟ ببینید که در شورای عالی صلح ای خوب یک ای هم یک تصوری هستن، به خاطر از اینکه باید در این قسمت
ممکن است که کمکاری ما باشند که معلومات دقیق برای مردم نداده باشیم، ولی اصلی که بارها در این مورد صحبت صورت گرفتن که شورای عالی صلح سر اصل پروسه مصارف بسیار جزئی را کردن که او بسیار واضح و معلوم هستند. درست است که برای پروسه صلح یا برای پروسه صلح یک صندوق کمکی ایجاد شد. در این صندوق کمکی دنیا کمک کردن. قسمت عمده ای از این کمک ها را شما می فهمید که کمک بین المللی معمولا اکثرا در اکثر وقتها به حساب با شروط چی می باشند. و یکی از شرط هایی که در کمک هایی که در پروسه صلح صورت گرفتن، به طور مثال ما یکی از مثال هاشان را میگم، شما خود گفتن که خب 50 میلیون دلار را که کمک آمریکا با برنامه همبستگی کردن از طریق پروسه صلح. درست. خب آیا این را مصرف شورای عالی صلح میدانید یا یک چیزی برای انکشاف افغانستان؟ 23 میلیون دلار که در دو سال گذشته 40 میلیون دلار از طریق پروسه صلح یا از طریق امی صندوق کمکی با وزارت زراعت کمک کردن که در ایجاد باغ‌های پسته و در جنگلداری و در پروژه‌های بسیار کلان زراعتی. اما قسمت هم بوده که شما مستقیما از آدرس شورای عالی صلح مصرف کردید. که پس هیچ جای هیچ کاری نیست که او یگان مصارف نداشته باشند، ولی او مصارف نه میلیون ها دلار است و نه با صدها میلیون دلار است. او مصارف مجموعی ارزی را که در دو سال شورای عالی صلح به مصرف رساند 2.9 میلیون دلار است. قسمت هم از انتقادات اعضای مجلس بالای شورا است. در نشستی که نشست عمومی مجلس بود در 31 حمل سال 1392 اکثرا خواستار لغو این شورا شدند. خیلی بجا نبود؟ برعکس. تا هنوز نتیجه در پی نداشته هنوز هم. چی نتیجه در پی نداشتن مثلا؟ شما کدام ببینین بزرگ طالب را تانستین به حکومت افغانستان متقاعد بسازین؟ بسیار زیاد. کجا هستن اونها؟ در افغانستان هستن، در ولایات مختلف افغانستان هستن. امی که پیشتر خود شما گفتین که یکقدر کلانای طالب که سابق در حکومت طالب ها به حیث کلانای از بابا چی میکردن، ایره شما فکر میکنین که خود به خود آمده باشن؟ اما اکثرا در خارج هستن. معتصم آقا جان در خارج هست. ببینین هر ترتیبی که هست، امی اینمی یک رقم قضاوتی هست که غیر عادلانه هستن. برای از اینکه پروسه صلح به او رقمی که شما فکر میکنین او رقم نمی باشن، و یا یک تعدادی که در این باره فکر میکنن که پروسه صلح یک معجزه خود بودن و ما یک طرفی را که همراه شما در جنگ هستن، همراه ما و شما در جنگ هستن و بالاخره اونا هم یک موقف خود را دارن، یک پشتیبانی را دارن، یک کسی حمایتشان میکنن، برای از او تجهیز و تمویل از او را میکنن، ما شما در یک حالت جنگ قرار دارن. در این حالت جنگ پرسش پایانی، اگر پس از گذشت انتخابات رئیس جمهور جدید موافق نباشه با شورای عالی صلح و این شورا را لغو بکنه، فکر نمیکنین تمام ناکامی های دوره کار شما در حاکمیت رئیس جمهور کرزی برمیگرده به شما و روزی از شما پرسیده خواهد شد؟ اول خویی طور است که یک کسی که به یک کار خیر قدم میمونه باید کل خطراتش هم قبول بکنه. اگر خون یک افغان در نتیجه فعالیت های ما یا در نتیجه کار ما مصون شده باشه و نجات یافته باشه، من هیچ ترس و تردیدی را از مسئولیت آینده نمی بینم. موضوع دومی هستن که راه دیگه جز راه گفتگو بین افغان ها وجود ندارن. هر رئیس جمهوری که بیان، هر کسی که کامیاب شون، ما برتون یقین میتونم که ممکن است سری روش ها تغییراتی را بیارن، سری افراد تغییراتی را بیارن، ولی اساس به جای خود باقی خواهد بود. گفتگو با تضرع، با سیاست تضرع، با سیاست جنگ بسیار، با سیاست قوت بسیار معامله کردیم. مثلا در یک مقطع زمانی بیشترین قوت های بین المللی در افغانستان وجود داشتن. آیا مشکل حل کردیم؟ اما هنوز طالبان حاضر نیستن حکومت را بپذیرن. قدرت ما در چی است؟ هنوز هم امارت اسلامی میگن خودشان را. بگوین او گپ خود از او هستن، ولی آیا در اینجا مسئله دیگه هستن که تنها با استفاده از قوت نظامی شما نمیتونین مشکل داخلی، جنگ داخلی در هیچ کشور دنیا از طریق قوه حل نشده. این مشکل زمانی حل میشه که سر وحدت ملی در داخل افغانستان، اتحاد رهبرای افغانستان در بین همیشان در هر گروه سیاسی که قرار دارن و معقولیت از این که ما خود از این
به حساب از اسارت ذهنی نجات بتیم که ما تنها توسط استعمال قوه علی مردم خود ما میتونیم به صلح برسیم. آقای استانگزی، کدام خوش خبری دارین در پایان برنامه که به مردم بگین اخیراً منتظر چه باشیم؟ اخیراً منتظر ازی باشیم. ما دو پیام دارم. یکی پیام برای طالبان و رهبری‌های ازو دارم. پیام ما برای ازو این هستن که تا چه وقت پنهانکاری، تا چه وقت طفره رفتن و تا چه وقت مردم افغانستان رو در انتظار گذاشتن، ما باید بیایم موقف خود علنی در سر میز مذاکره بگوییم، نه اینکه در گفتگوهای پنهانی. به خاطر از اینکه این سوال وقتی که متوجه شورای عالی صلح میشه، این سوال مربوط متوجه مخالفین هم میشن. وقتی که اونا ادعا میکنن که ما برای مردم افغانستان خدمت میکنیم و ما میخواهیم که افغانستان آزاد باشه، مستقل باشن، این استقلال تنها از راه جنگ به دست نمیاد. استقلال از روی اراده واحد ملی بین کل افغان ها به وجود آمده میتونه. این فرصت امروز به وجود آمده و از این فرصت باید استفاده کنن. موضوع دومی که ما میتونم با بسیار جرأت بگویم که اگر این کار نشوه، یقینا که با یک انزوای بسیار جدی مواجه خواهد شدن و این انزوا باعث از این خواهد شدن که مردم افغانستان در او جایی که امروز از پیششان حتی اگر حمایت هم میکنه، این حمایت برای همیشه از دست بده. بسیار تشکر، لطف کردین. تشکر. شما بنیده برنامه یک به یک با جناب آقای معصوم استانگزی، رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح بودین. تشکر از همراهی شما. خدا نگهدار.